بله. ما تو این وسط شاهد یه ماجرای دیگه هم هستیم و اون در حقیقت عکسایی است که از همسر شاهزاده منتشر شده. خواستم ببینم که فکر میکنی تو این شرایط این عکس ها رو به چه دلیل، عکس خصوصی طرف خب رو. ببینید، آره اتفاقا این نشون میده که دستگاه امنیتی چقدر هم هوشیاره. خب این عکس ها که جدیدن دست اینا نیفتاده بوده، سالیان سال بوده دست دستگاه امنیتی بوده، خب یا دست کسانی که در هر صورت اینا رو هک کردن، خب سالها بوده. چرا سالها پیش اینو منتشر نکردن؟ چرا وقتی این عکس ها دستشون افتاد 6 7 سال پیش، 7 8 سال پیش که دستشون افتاده، 7 8 سال دندون سر جگر گذاشتن، بعد 7 8 سال اینا رو منتشر کردن؟ چرا فکر نمی کنی؟ چرا فکر نمی کنی که رژیم هوشیاره و رژیم خطر رو احساس کرده و رژیم دست به اقدام میزنه؟ چرا بعد از این همه وقت الان منتشر میکنن؟ چرا زودتر نکردن؟ چرا هول نشدن؟ چرا تو آب نمک خوابوندن؟ و چرا الان؟ ببینید اگه بتونی به این سوال پاسخ بدی کلی مسئله حله. این اولیش. دو، شما نگاه کنید، من میدیدم بخشی از این به اصطلاح کمونیستای قزمیت برای هم همینا رو میفرستادن، عشق میکردن، شده بودن همشون گشت ارشاد، مأمور امر معروف نهی از منکر، با چه عشق و حالی برای هم میفرستادن. خب منم که میدیدم که این حالا بمانه. ببینید اول از اون که خب خیلی واضحه عکسای خصوصی ایشونه، هر کدوم از ما ها ممکنه کلی از این عکسای خصوصی داشته باشیم. بیانگر چی میخواد باشه؟ من خیلی از افراد هستم با من روبوسی میکنن، بغلم میکنن، میبوسنم، من بغلشون میکنم، حالا که چی؟ مثلا سو یه عکس بیرون میندازی که چی؟ بعد هیچ موقع مثل این حضراتی که کلشون رو میندازن پایین یه وری مثل هزبالله یا وامیسته، من هیچ موقع تو رو نبودم. حالا چی میخوان از چی بگیریم؟ تازه برفرض که مسئله یه باشه به ما چه مرتبه؟ ما نفی از امر معروف نهی از منکریم. اما ببینید این یه بخش قضیه است. یه طرف دیگهش من خندم میگیره، مسعود رجوی این حقباز شیاد اومده میگه بله ما محکوم میکنیم، به ما هیچ ربطی نداره مسئله خصوصیشون.